دو رفا مانده است مایش نو علی میروژی پودکست و نو دایی ماینسو نیو و گران ایتا دا که آریگاتو غزای مانده است. شاید الان بپرسید ما قراره توی انیمولوژی چی کار کنیم؟ چیزی که کاملا مشخصه اینه که قراره درباره انیمه صحبت کنیم. قطعا برای شما پیش اومده، داشتی انیمه میدیدی، اومدن بهت گفتن کارتون میبینی؟ هممون میدونیم که کارتون برای کودکان بین سنین 7 الی 10 سال، اما انیمه چند لول که نه، خیلی سطحش بالاتر از کارتونه. میدونستی انیمه هم مثل فیلم ها ردبندی های سنی و دستبندی های مختلف داره؟ حالا ممکنه تو ذهنت پیش بیاد که ویژگی های انیمه چیه؟ یا مثلا بعضی از اصطلاحاتی که تو بعضی از انیمه ها شنیدی مثل مانگا، اینا چی هن؟ با من همراه باش تا در ادامه به این ویژگی ها بپردازیم. تاریخ انیمه به اوایل قرن 20 برمیگرده، همزمان و همگام با پیشگامان انیمیشن در جهان، یعنی فرانسه، آلمان، آمریکا، روسیه. اولین انیمه‌ای که به صورت حرفه‌ای ساخته شد و به نمایش عموم در اومد مربوط میشه به سال 1917. کلیپ 2 دقیقه‌ای از یک سامورایی که تلاش میکنه شمشیرش رو روی هدف جدیدش امتحان کنه. تا دهه 30 انیمیشن تو ژاپن به خوبی جاگیر شده بود و به عنوان یک جایگزین برای صنعت فیلمسازی استفاده میشد. در اون دوران در هیچ جای دنیا انیمیشن به چنین جایگاه خاصی نرسیده بود. دلیلش هم خب حمایت دولت بود و انیماتورها را برای تولید فیلم‌های آموزشی کوتاه و تبلیغاتی استخدام می‌کرد. موفقیت فیلم بلند انیمیشنی سفید برفی و هفت کوتوله از کمپانی والت دیزنی در سال 1937 انیماتورهای ژاپنی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در دهه 60 طراح و انیماتور مانگا اوسامو تزوکا با اقتباس از بسیاری از تکنیک‌های انیمیشن‌های دیزنی اونا رو ساده کرد تا تعداد فریم رو کم کنه و هزینه رو پایین بیاره. اون از این را به عنوان یک اقدام موقتی استفاده کرد تا بتونه با برنامه فشرده و انیماتورهای کم تجربه‌ای که در اختیار داشت محصول نهایی رو تموم کنه. در سال 1960 انیمه سه داستان به نمایش در اومد. این اولین انیمه داخلی بود که در تلویزیون به نمایش در میومد. اولین مجموعه تلویزیونی انیمه‌ای به نام اوتوگی مانگا کلندر یا تاریخ لحظه‌ای از سال 1961 تا 1964 در تلویزیون ژاپن به نمایش در آمد. در دهه 70 بود که انیمه تونست با سبک‌های خاص خودش مثل مکا خودش رو از تأثیر انیمیشن‌های غرب جدا کنه. در دهه 80 انیمه اینقدر پیشرفت کرد که باعث پذیرش کامل اون در مینستریم و جریان اصلی بازار در تولید انیمیشن در جهان قرار بگیره. سبک‌های هنری و بصری انیمه از بازه گسترده‌ای برخورداره. این سبک‌ها و روش‌های طراحی و متحرک‌سازی به وسیله هنرمندان انیماتور و مانگاکا و همچنین کمپانی تولیدکننده اون تغییر می‌کنه. این بازه از سبک‌های بسیار اغراق شده تا واقع‌گرایانه گسترده است. استفاده از خطوط بسیار شایع است، البته خطوطی که با قلمموهای خوشنویسی ژاپنی کشیده میشه تا مداد. تو بسیاری از انیمه ها تناسبات بدن کاراکتر با بدن انسان شبیه به هم هستند. با ارتفاع سر به عنوان واحد پایه سنجیده میشن. یعنی چی؟ یعنی بیشتر کاراکترهای انیمه‌ای به ارتفاع 7 الی 8 سر قدشون هست. البته کاراکترهایی هم هستن که اغراق شده خلق میشن با ارتفاع 9 سر. البته استثناءاتی هم وجود داره، مثلا توی سبک چیبی که کاراکترها اغراق شده کشیده میشن. چیبی به معنای کوتوله و بچه کوچیکه.
یکی از صفات مشخصه انیمه ها چشمای درشته، هرچند این مشخصه توی همه انیمه ها ظاهر نمیشه. تو انیمه های هایو میازاکی چشما طبیعی تر و کوچیک‌تر، حتی تو بعضی از انیمه ها هم چشما به عنوان دو تا خط یا دو تا نقطه کشیده میشن. یکی دیگه از خصوصیات رایج توی انیمه ها تغییرات اغراق‌آمیز توی حالت چهره و احساسات کاراکتر است. مثلا کاراکتری که ناراحته خطهای مورب روی پیشونی ظاهر میشه، یا بعضی وقتا مثلا خانوما که عصبانی میشن از یه جایی که مشخص نیست یه چکشی رو در میارن و یه نفر رو باش میزنن. کاراکترهای مذکر هم در مواجهه با خانمهای زیبا یا افکار شهوانی دچار خونریزی میشن، یا قطره عرق درشتی روی سر کاراکتر خجالت زده ظاهر میشه. شخصیت‌های غیر انسانی مثل هیولاها، موجودات هیبریدی و تخیلی، حیوانات و ربات‌ها هم از این تغییرات اغراق‌آمیز احساسی تبعیت میکنن. البته همونجور که قبلا گفتم هیچ کدوم از این مشخصات قابلیت بس دادن به هیچ انیمه خاصی یا مانگای خاصی نداره، بستگی به طراحی اون انیماتور و سبک هنری داره. خب اپیزود منفی دو در همینجا به پایان رسید. با من همراه باشید چون خیلی از الفبای انیمه مونده که هنوز بهش نپرداختیم. در اپیزود بعدی به اصطلاحات انیمه میپردازیم. تا ویدیوی بعد، بدرود.